آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشد. یک با وجود گرایش مردم به مهاجرت های روزافزون از افغانستان، اما کشور عزیز ما در طول کمتر از 3 سال گذشته میزبان حدود 2,800,000 عودت کننده از هموطنان ما از سراسر کشورها، مخصوصا از ایران و پاکستان بودند. بر اساس گزارش ها تنها در 3 ماه گذشته حدود 600,000 تن از پاکستان به گونه اجباری یا داوطلبانه به افغانستان برگشته و همین گونه حدود 345,000 تن دیگر از ایران به گونه داوطلبانه یا اجباری به افغانستان برگشتند. همچنان در سطح داخل افغانستان نیز حدود 5,000,000 تن از ولایات به ولایت دیگر جابجا شدند و جابجایی های داخلی انجام شده است و همین گونه در طول همین مدتی که مهاجرت ها در افغانستان افزایش پیدا کرده، مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند برای بیشتر از 1,000,000 برگشت کننده به افغانستان کمک های نقدی صورت گرفته است که بیشتر به هر خانواده 10,000 افغانی پرداخت شده. با گفته این مسئولین در بخش جابجایی های داخلی نیز حدود 200,000 تن پس به خانه ها و به ولایتشان برگشتند. جابجایی هایی که معضلات مهم را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بازار کار در شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان به وجود آورده و اطراف ولایات و ولسوالی ها را خالی از سکنه ساخته است. معضل مهاجرت بخصوصا عودت مهاجرین در فصل سرما در آستانه برف و بارانی که قرار است در ولایت ها آغاز شود بخیر مشکل عمده ای را به وجود آورده. از سوی دیگر با ابتکار اداره اطرا و شبکه های مخابراتی افغانستان در طول 3 ماه گذشته کمپاین مخابراتی هم آغاز شده که تاکنون جریان دارد. به گفته مسئولین حدود 90,000 دلار از این طریق جمع آوری شده که تا هنوز تصمیم قاطع برای توزیع آن هنوز گرفته نشده. قرار یک کمیته تشکیل شود و از آن طریق این مقدار پول یا آنچه که جمع آوری می شود بعداً برای مهاجرین از طریق بانک ها توزیع شود. با نام یاد خدای متعال، با درود و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه با مردم، با آرزوی صحتمندی و سلامتی شما انشاءالله که هفته با نشاط را آغاز کرده باشین و نخستین روز هفته هم تا این دم بخیر و خوبی سپری شده باشن. برای معلومات بیشتر در مورد جمع‌آوری کمک از طریق شبکه‌های مخابراتی که هر افغانستانی سهم گرفتن و برای هموطنان عودت کنندهشان به افغانستان پرداخت کردن، معلومات داریم از سخنگوی اداره اطرا جناب آقای شمس که با همکاری همکاران این قسمت میشنیم. دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. از وقتی که مهاجرین افغان از ممالک همسایه افغانستان به زور از اخراج شدن پروسه شروع شده، از وقت تقریبا 3 ماه تکمیل میشه. اداره اطرا هم یک شرط کرده ایجاد کرد که مردم بتانه با بسیار آسانی از خانه خود از طریق کردیت همکاری با مهاجرین و با برادران و خواهران خود که از ممالک همسایه میان دی مشکلات همکاری کنن. تا از وقتی که شرط کرد 400 ایجاد شده، مردم بسیار زیاد کمک کرده و هموطنان ما هر روز از طریق می شرط کرد کمک میکنه که فعلا تا حدود 80,000 تا 90,000 مردم کمک کرده. همون لیستا که با اداره اطرا رسیده این کمک فعلا هم در جریان است و اداره اطرا برای شفافیت امی پروسه لیستایی که مردم کمک کرده شمارش و مقدار کمکش با صفحه وبسایت اداره اطرا نشر شده. مردم میتونه که امی سفر را ببینه و مو کمکی که کده را اطمینان حاصل کنه که کمک رسیده به حکومت افغانستان. فعلا امی تصمیم گرفتنه شده از طرف وزارت مخابرات، رهبری وزارت مخابرات. هر وقت که امی پروسه تکمیل شد، باز یک تیم نظارتی
یک کمیته ایجاد میشه که او کمیته مو سیستما را میبینن و می پروسه را بررسی میکنن که می کمک ها که شده با از طریق شادکود شرکت های مخابراتی با اداره اتراک می ای را نظارت میکنه و برای این کمک ها یک اکانت ایجاد میشه که برای او اکانت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی پیشنهاد کرده بود به رئیس الوزرا که اونا هدایت دادن و اکانت فعلا ایجاد میشه. بعد از ایجاد شدن این اکانت یک حساب بانکی می کمک ها به انتقال میشه به امو اکانت و بعد از او به امو مراجعه که کمک میکنه کتی مراجعین کتی مهاجرین افغان باز افغانستان با وجود فقر و مشکلات اقتصادی که دارن باز هم حدود 1 میلیارد افغانی اگر حساب و ریاضی ما دقیق باشم کار عزیز 90,000 دلار یک پول هنگفت میشه که امانت است از سوی شما مردم در اداره را و شبکه های مخابراتی که انشاءالله قرار در یک پروسه شفاف برای مهاجرین و عودت کنندگان توضیح شود. در کنار این مردم هم وقتی که در همسایگیشان از فامیلشان در منطقهشان یک مهاجر میان در این شرایط سخت با وجود که از برخی کشورهای اینا محدودیت های مالی هم دارن که بیارن به افغانستان با یک پول بسیار مشخص ناچیز به افغانستان عودت کردن، اینا در زیر خیمه ها در هوای سر زندگی میکنن یا در خانه های غیر معیاری در مناطقی که واقعا آشنایی ندارن با او مناطق، شاید بیکار باشن ناناورانشان یا تعدادی هم ناناور نداشته باشند، در یک شرایط سخت به سر میبرند. امشب موضوع برنامه با مردم به در رابطه به همین موضوع اختصاص یافته که مردم علاوه ای که از طریق شماره های تماسشان کمک کردند به مهاجرین عودت کننده، دیگر چه مسئولیت هایی دارند از قبلی که تعداد خانه خیش را در اختیار مهاجرین عودت کننده در افغانستان قرار بدن، پوشاک کمک کنند، در بخش خوراک کمک کنند یا حتی در بخش های فرهنگی و آموزشی تعداد کسایی که مکاتب خصوصی دارن، کورس ها دارن، باید اولاد برگشته به افغانستان، اولاد مهاجرین، فرزندان کوچکشان را به طور رایگان در این مکاتب و مراکز آموزشی ثبت نام بکنن. مشخصا ما 3 پرسش یا 2 پرسش در برنامه مطرح کردیم که شما میتونید از نقاط مختلف افغانستان تماس بگیرید و در موضوع کمک بکنید. آیا تا کنون به مهاجرین بازگشت کننده خود شما کمک کرده اید؟ وظایف حکومت و مردم در این مورد چی هست؟ 2 پرسش مشخص، اما در کنارش می شما در سایر موضوعات هم تماس بگیرین و برخی پیشنهادها و خواستهایی که از مسئولین دارین در رابطه با شفافیت در توزیع کمک ها و اختصاص دادن کمک ها بدون تبعیض برای همه کسانی که از کشورهای مختلف مخصوصا از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردن، اینا همه باید تحت پوشش کمک رسانی قرار بگیرن و در ضمن چی خواست های خود مهاجرین از حکومت دارن که امشب زمینه در برنامه با مردم فراهم است. به گونه مستقیم پول ارتباطی برنامه 020-25-11-566 و اینجا هم صفحه با مردم که از طریق فیسبوک ما کامنت های زیادی را از عزیزان دریافت کردیم که انشاءالله در فرصت های برنامه به خوانش میگیریم. بخش دوم برنامه اختصاص داره به برنامه های حکومت، مخصوصا وزارت اقتصاد که در رأس تنظیم و نظارت توزیع کمک ها قرار دارند، بیشتر برای ما شما معلومات خواهد داد که پروسه هایی که برای کمک رسانی جریان دارد، مخصوصا حدود 1 میلیارد افغانی که پول نقد جمع آوری شده و همین گونه سایر کمک ها از مؤسسات نهادهای خارجی و داخلی تحت چی برنامه قرار است برای مهاجرین پرداخت شود. مهاجرین گرامی هم اگر بیننده برنامه هستند در نقاط مختلف افغانستان میتونن تماس بگیرن که تاکنون چی همکاری های از سوی حکومت و مردم، همسایگان و فامیلشان صورت گرفته، چقدر کمک دریافت کرده و با چی مشکلات مواجه هست، بخصوص امشب که یک موج دوم بارندگی ها در افغانستان قرار است که بخیر آغاز شود. کسایی که زیر خیمه ها و در خانه های غیر معیاری و نمناک و سایه رخ به اصطلاح زندگی میکنند چی مشکلات دارند، این زمینه فراهم است در برنامه با مردم با همکاری همه همکاران عزیز و در بخش اجرای برنامه هم داود ناظری در خدمت شما عزیزان هستیم. باز هم شماره تماس برنامه را یک بار دیگر تکرار میکنیم، 020-25-11-566. یک فرصت استثنایی برای ابراز دیدگاه های شما، مخصوصا مهاجرین محترم عودت کننده و مشکلاتی که در افغانستان اینها با او روبرو هست و یا هم سهولت هایی که برایشان از سوی حکومت و مردم فراهم شده. پرسش ها هم در زیر نویس تلویزیون هایتان دیده میشه و هم شماره تماس و اینجا هم کامنت هایی داریم از سوی عزیزان که با استفاده از فرصت تا برقراری تماس به خوانش میگیریم تا بتونیم از دیدگاه های عزیزان هم بیشتر استفاده بکنیم. آقای علیرضا سروش نوشته کرده که بله، ما 2 ماه قبل صندوق های خیریه که توسط وکلای گذر
مبنی بر جمع آوری برای مهاجرین گذاشته شده بود همکاری و یا کمک کرده ایم. نیز در این زمینه کمپاین وسیع را جهت بهبودیابی وضعیت مهاجرین از لحاظ معیشتی روزمرهشان که شامل لباس گرمانه و پول نقد بود جمع آوری کرده و تسلیم کمیته از سوی دولت کمیته ای که ایجاد شده بود ما تسلیم کردیم. گفتم وظیفه دولت در این قسمت اول این که در صورت توانایی باید امداد رسانی در اسرع وقت به مهاجرین بیجا شده داشته باشند. اگر توانایی کمک رسانی نداشته باشد فوراً جهت دادخواهی و جلب توجه خیرین و مؤسسات امداد رسانی جهانی هماهنگی شود و سهولت برای نهادهای کمک رسان ایجاد شود. در حال حاضر نهاد امداد رسانی دچار یک مشکل از سوی دولت است که این مشکل باید برطرف گردد. مهاجرین و مستضعفین از تلف شدن نجات پیدا می کند انشاءالله. تشکر از آقای سروش. البته ما این مسئله را شاهد بودیم که در نواحی مختلف از جمله در ناحیه 13 همی کمپاین به شدت جریان داشت و سوی ریاست ناحیه صندوق گذاشته شده بود. هر کس به اندازه توان یکی خانه خود اختیار مهاجرین قرار می دادن، یکی پوشاک کمک می کرد، یکی پول نقد، یکی ظروف خانه و وسایل منزل و از هر نظر کسی که یک توانایی داشت آمده بودن در این پروسه سهم گرفتن و خواهان از این بودند که به گونه شفاف و عادلانه در اختیار مهاجرین عودت کننده از پاکستان، ایران و سایر کشورها قرار بگیرند. آقای علی اعتمادی نوشته کرده که یک اقدام بسیار نیک است، چرا که در چنین شرایط دغدغه مردم نان هست و امنیت و وظایف حکومت و مردم ایجاب میکند تا دست هموطنان عزیز را بگیرند تا حداقل آنها در کشور خودشان گرسنه نمانند. بسیار شکر از جناب آقای اعتمادی و آقای سروش که در این بخش کامنت دادن. ما همچنان دوست داریم که از دیدگاه های شما بیشتر استفاده کنیم در بخش کامنت ها و همچنان تماس های تلفنی. آقای علی محمد میرزایی گفته بله باید برای مهاجرین از کشورهای ایران و پاکستان که به صورت اجباری اخراج می شوند کمک صورت گیرد و هر کس به قدر توان خیش کمک نماید. بلی کمک برای مهاجرین از طرف وکلا و نهادهای حکومتی صورت گرفته و امیدواریم که نهادهای امدادرسان بدون هر گونه تعلل و سوء استفاده از نام عودت کننده کمک ها را به وقت و زمان معین برایشان توزیع کند. و همچنان از دستندرکاران تلویزیون تمدن جهان سپاس که صدای عودت کنندگان اجباری به گوش جهانیان هست و این صدا را میرسانه و همچنان چندین برنامه دیگر نمونهش اکثریت خاموش است که مظلومین را به گوش جهان البته گفته صدایشان را میرسانه به گوش جهانیان و نهادهای امداد رسان. تشکر از آقای میرزایی. این یکی از وظایف مهم تمام رسانه های ملی در داخل افغانستان هست که به عنوان یک پل ارتباطی بین نهادهای کمک رسان، بین حکومت، وزارتخانه ها و مردم مخصوصا مهاجرین باشند تا انشالله که از ظرفیت هایی که در قسمت است بیشتر استفاده شد. مخصوصا مهاجرینی که از بیرون میاند به داخل افغانستان جوانان دارند برای انجام کار، متخصصین دارند، کسایی که در طول سالها در بیرون از افغانستان زمینه تحصیل و آموزش برایشان فراهم بوده در بخش های تکنیکی، در بخش های عملی، کامپیوتر، زبان، اینا باید در بخش های مختلف هماهنگی صورت بگیرد تا از این ظرفیت ها و توانایی هایی که در جمع مهاجرین وجود دارد مخصوصا در وجود جوانان بیشتر استفاده شود. بسیار نکات دقیق را جناب آقای میرزایی اشاره کردند. باز هم برای که تماس های شما را داشته باشین مخصوصا مهاجرینی که فعلا در افغانستان در نقاط مختلف مخصوصا در شهر کابل در مکان های دارای امکانات کم زندگی میکنند پول ارتباطی در خدمت شما عزیزان هستند. میتونید که صدای خود از این طریق به گوش مسئولین حکومتی، نهادهای کمک رسان و تجار، خیرین و همسایگانی که میتونن کمک بکنند برسانین. 020-25-11-566 پول ارتباطی مستقیم است. ما گفته نمانیم که در بخش دیگه برنامه ما از مسئولین وزارت اقتصاد و پیشنهادها و سوالات شما هم پاسخ خواهند گفت و در ضمن کمک ها رو بیشتر تشریح میکنه که تحت چه مکانیزم و رویش این کمک های جمع آوری شده برای مهاجرین انتقال داده میشه و توزیع میشه و سوی دیگر چه برنامه هایی برای حمایت از مهاجرین عودت کننده در افغانستان داره. البته یک از انتقاد های جوانان در داخل در کامنت ها هم شاید بخوانیم این بود که کسایی که در داخل است زمین کار برایشان فراهم نیست، چه برسد کسایی که از بیرون به افغانستان مراجعه میکنند که بدون شک یک فشار و سنگینی در بازار کار افغانستان هم ایجاد خواهد شد. یعنی با برگشت مهاجرین که بیشتر کارگران هستند در بیرون افغانستان هم مشغول کارگری بودند، یک مقدار بازار کار در افغانستان کسادتر میشه و او فلکه های کارگری شاید که با حضور بیشتر کارگران پر شوند.
آقای خلیل مرادی گفته سلام وقت بخیر، کمک برای عودت کننده ها یک امر انسانی بوده، ولی هازا نهادهای حکومتی مسئول هستند که برایشان از لحاظ معیشتی زمینه را فراهم سازد تا باشد به وطن و دیارشان دلگرم شده و دوباره میل به مهاجرت نکند. این یک موضوعی است که در گذشته هم بارها اتفاق افتاد، خیلی کسایی که در بیرون خبر می شدن که در افغانستان امنیت و آرامی آمده یا شاید در حکومت های پیشین یک حکومتی در افغانستان همچنان مستقر است، آمدن به افغانستان اما بعد از یک مدت دوباره با مشکل مواجه شدن و رفت و برگشت بین کشورها با وجود دشواری هایی که در بخش پاسپورت و مهاجرت های قانونی هست، اینها تمام دار و ندار و زندگیشان را فروختن دوباره به کشورها پس برگشتن. خب یک چالش است به پیشنهاد آقای مرادی که در افغانستان این زمینه کار، زمینه فعالیت ها و اشتغال فراهم باشد تا اینا بیان با مو تجاربی که از کشورهای بیرونی با خود همراه آوردن به افغانستان خدمت بکنن. دکتر صاحب ضیا نوری نوشته کرده، نظر به آیه کریمه که نوشته کرده گفته امر به تعاون و کمک شده، هر فردی از افراد جامعه خصوصا متمولینی که در همه حالت دستگیر افراد بی‌بضاعت و آسیب دیده هستند، اما حکومت مسئولیت بیشتر در قسمت کمک به آسیب دیدگان و مهاجرین دارند، زمینه بهتر را باید مساعد نماید تا سبب تشویق بازگشت سایرین هم گردد. بدون شک دیدگاه آقای نوری خیلی متین و پرمحتوا است که اگر در افغانستان کسانی که تا هنوز برگشته بر اساس آمارها بیشتر از 2,800,000 نفر برگشته، اینا در افغانستان فعلا ارتباط دارند با سایر مهاجرینی که در کشورهای دیگر باقی مانده، اونها زندگی میکنن از طریق تلفن، از طریق اینترنت و وضعیت زندگی خیش را بر اونها به تصویر میکشن. اگر واقعا وضعیت خراب باشن، کمک ها صورت نگیرن یا کمک ها به شکل غیر عادلانه برای مهاجرین توزیع شود، یک تصویر منفی از افغانستان از وضعیت مهاجرین ارائه میشه و مخابره میشه به سایر مهاجرینی که قصد عودت به افغانستان را دارن یا به هر نحوی میخواهند که روی موضوع تحقیق بکنن، یک تاثیر منفی به جا میگذاره. شاید آنها هم در تصمیم هایشان تجدید نظر بکنن و از تصمیم برگشت به افغانستان منصرف شوند، در حالی که ما اگر متخصصین از کشورهای بیرونی جلب بتونیم به افغانستان، کسایی که در بخش های مختلف دارای تجربه و مهارت های آموزشی و علمی هستند، ما در واقع سرمایه های هنگفت را به داخل افغانستان جلب کردیم. خیلی اونها شاید سرمایه دار هستند، سرمایه گذار هستند، در یک بخش مهارت را یاد دارن یا میتونن یک استاد خوب باشن، معلم خوب باشن، سرمایه گذار خوب باشن. اگر اینها به افغانستان برگردن و زمینه برشان فراهم باشن، بدون شک که ما در اوضاع کشور در ابعاد مختلف شاهد تحولات مثبت خواهیم بود، شاهد بهبود کارها و افزایش کیفیت کارها هستیم، چون همون نیروی بشری فرار کرده از افغانستان دوباره در افغانستان خواستیم و از توانایی هایشان استفاده میکنیم. اما در صورتی که ما این مسئله کلان را مدیریت نتوانیم، در افغانستان زمینه کار و اشتغال برای عودت کنندگان فراهم نباشد، ما به طور روزمره شاهد از دست دادن نخبگان، مغزها و فعالین اقتصادی خیش خواهیم بود که از کشور ما اینا میرن و او توانایی هایی که در افغانستان از پول بیت المال کسب کردن یا از هزینه های شخصی به دست آوردن، تجربه دارن، علم کسب کردن و مراحل از تحصیل طی کردن، مزایای این فرصت ها را از وجود جوانان ما کشورهای دیگه با نرخ بسیار ارزان، کار بسیار زیاد اینا به دست میارن و افغانستان از او متاسفانه محروم میمونن. بر اساس دیدگاه جناب آقای نوری باید ما بتونیم یک زمینه خوب را در افغانستان فراهم بکنیم که هم تصویر درست و مثبت به جهانیان مخابره شود و هم ما به شکل درست از وجود این همه توانایی ها بیشتر استفاده بکنیم. خانم زهرا همتا نوشته کرده که سلام و درود، نه من هیچ کمک نکردم تا هنوز و دلیل دارم ای که من خودم بیکار هستم و زندگی خودمان کم کم رو به رکود است. چگونه توقع میره که ما در شرایط سخت که نان سه وقت خودمان را تهیه نمیتونیم به دیگران کمک بکنیم؟ درس خواندم، تحصیل کردم که تا یک روز کار کنم که خانوادم به من افتخار کند، اما فعلا در خانه طرف من میبیند، طرف یک عالم مدارک درسی من میبیند، همیشه برویم میارن که از تو چیزی جور نمیشه، حیف وقتی که به خاطر صرف به خاطر درس خواندن ضایع کردی، چرا یک کار دستی یاد نگرفتی؟ امروز مردم با چشم خودشان به پول کار دستی مانده است که یک سال سر یک کاردستی کار بکنی و بعد یک سال 6,000 افغانی بیری. این دیدگاه خانم همتا معمولا این که جوانان پس از تحصیل یا کسب مهارت ها در خانه ها بیکار میمانند و حرفشان هم شاید درست بجا هست که وقتی که در خانه یک عمر مصرف کرده باشی از
پول خانواده وقت ضایع کرده باشه و ما دوباره کار زمینه کار برایشان فراهم نباشه، بدون شک یک چالش در او خانواده هم هست و معادلات اقتصادی به هم میخورد و شاید برای جوانانی که بیکار است در خانه ها سخت باشه. خب در جواب خانم همتا به درس بکنیم که خیلی از آن شاید هم باشه که کمک کرده باشه برای مهاجرین، چه از فامیلشان چه از دوستایشان، یا مانند کسایی که از طریق کمپاین شبکه های مخابراتی که تا هنوز هم جریان دارد به او کمک 1 میلیارد افغانی سهم گرفته باشند. اینو کسا هم در افغانستان داریم با وجودی که خودشان دچار فقر و مشکلات اقتصادی هستند، اما یک کمک بسیار قابل توجهی را به اوداد کنندگان هم کردند، چون اینها عضو کشور ما هستند، عضو بدن ما هستند، هموطن ما هستند و از کشورهای مختلف به زور اخراج شدند یا به هر شکلی برای آبادی افغانستان داوطلبانه برگشتند به افغانستان. اینا نیازمند ازی هستند که ما باید در این شرایط سخت دستشان بگیریم و از یک بحران اقتصادی و از یک چالش کلان نجات ببخشیم. انشاءالله که یک روز شاهد بهبود اوضاعشان در افغانستان باشیم. موضوع برنامه مشخص دوستا، شما هم میتونید که از طریق تماس تلفنی در برنامه به موضوع کمک بکنید، مخصوصا از کسایی که مهاجرین برگشته به افغانستان هستند یا متخصصین ما در حوزه، میتونن که پیشنهادهای مشخص را برای حکومت، برای مسئولین و کسایی که در بخش فعالیت دارند با دو پرسش که آیا تا هنوز شما کمک کرده اید به مهاجرین؟ اگر کمک کرده این شامل چی بخش است؟ لباس است؟ پول نقد است؟ خانه در اختیارشون قرار دادین؟ یک وعده غذایی غذا برشان دادین یا کمک غذایی بیشتر کردین به مهاجرین؟ در همسایگی و منطقه شما اگر کسی عودت کننده یا مهاجر است، در چی وضعیت بیشتر زندگی میکند؟ و بحث دوم هم مسئولیت های حکومت و مؤسسات است که برای حمایت از مهاجرین عودت کننده به افغانستان چی وظایف و مسئولیت هایی دارند؟ این کمک هایی که جمع آوری شده و توسط حکومت نظارت میشود، وزارت اقتصاد، باید که تحت چی شرایطی و مکانیزم برای برگشت کنندگان و مهاجرین توضیح شود تا او عدالت، رضایت و شفافیت تأمین شود، او اعتباری که مردم فعلا به نهادهای کمک کننده مخصوصا اطرا کرده و پول از طریق تلفن پرداخت کرده، باید اینها به گونه شفاف توضیح شود که اعتماد حفظ شود و در آینده ها هم بتونه پروسه ها همچنان جوابگو باشه. اگر خدای نخواسته اعتماد مردم نسبت به پروسه های ملی ضعیف و کمرنگ شود، در آینده چنین برنامه های شاید استقبال خیلی کمرنگ باشد و ما نتانیم که بسیج مردم همراه خیش داشته باشیم. به همین خاطر این برنامه تکمیل کننده دیدگاه های شما و همچنان تقویت کننده چنین پروسه های ملی هست، مخصوصا در بخش مهاجرین و کمک به کسایی که از کشورهای بیرونی به زور اخراج شده آمدند یا خودشان داوطلبانه به افغانستان برگشتند. امروز یک مسئله بسیار کلان است که مسئله همکاری با مهاجرین هست. از طریق دیدگاه های شما هم بیشتر استفاده میکنیم در این حوزه تا بغینامندی برنامه بیشتر کمک بکنه. جناب آقای مصطفی شهریار نوشته کرده که کمک های مادی و معنوی مردم و مهاجرین یک اصل اساسی زندگی بشر دوستان است. در این زمینه توجه حکومت باید بیشتر معطوف باشد. ضمن جا و مکان برای مهاجرین توجه به اقتصاد آنها نیز داشته باشند و باید به فن و حرفه های مهاجرین توجه نموده و زمینه سرمایه گذاریشان را فراهم بکنند. مهمترین و اساسی ترین اعتماد مردم و مهاجران به حکومت داشتن امنیت است و همچنان فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری با قوانین مشخص و آسان. حکومت باید در زمینه مطالعه دقیق داشته باشند. نکات ظریف و زیبایی در کامنت جناب آقای شهریار وجود داشت که در دو حوزه دسته‌بندی کرده بودند رویش کمک رسانی به مهاجرین، کمک های مادی و معنوی. در بخش مادی که همه پول و مثلا امکانات زندگی و خانه و اساساتی است که اونها نیاز دارند، در بخش معنوی ما بیشتر همو برخورد مهربانی که بایشان داریم میتونیم که کمک بکنیم. همچنان در نکات دیگه‌ای که وجود داشت در کامنت جناب آقای شهریار ای است که ضمن از اینکه جا و مکان ما برای مهاجرین آماده میکنیم، باید به فن و حرفه های رو هم توجه شه. اونها شاید در بخش های مختلف قسم در مقدمه عرض کردیم دارای مهارت هایی باشه که ما اگر از او استفاده بکنیم حتما در ابعاد مختلف یک تحول مثبت به وجود میان، چی در بخش های حتی ادارات حکومتی، در وزارت خانه ها، در کارهای شخصی، مکاتب، مدارس، کورس ها، چون اینا در کشورهای خارج شاید بیشتر زمینه آموزش برشان فراهم بوده، حتی در بخش های حرفه آموزی، صنایع دستی، کارهای ساختمانی، انجینری و بخش های مختلف که مهارت کسب کردن
ما اگر از وجود این جوان ها و عودت کنندگان بیشتر استفاده بکنیم، اینها شناسایی شوند، یک سروی دقیق صورت بگیره، هم زمینه کار برای اونها فراهم میشه و هم یک بهبود و تحول مثبت در زمینه رشد در افغانستان به وجود میاد. تشکر از جناب آقای شهریار و از خانم همتا که با کامنت هایشان برنامه را همراهی کردند. در ادامه کامنت ها هم در خدمت عزیزان هستیم که بیشتر از دیدگاه های شما استفاده بکنیم، مخصوص امشب که موضوع برگشت مهاجرین مطرح هست. کسایی که از بیرون به افغانستان آمده اگر بیننده برنامه هستن، تماس هایشان بسیار به موضوع برنامه کمک میکنه که فعلا این مهاجرین که شامل زنان، کودکان، افراد کهنسال و جوانان به افغانستان برگشت کردن پس از سالهای طولانی به افغانستان آمدن به سرزمین اصلیشان، فعلا در چی وضعیت در نقاط مختلف افغانستان قرار دارند؟ این زمینه شاید که فراهم نباشه که هر هموطن عودت کننده ما برن پشت دروازه وزارتخانه های حکومتی، پشت دروازه سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران عرض حال بکنن. این برنامه این بستر را فراهم کرده که شما از دو بخش تماس های تلفنی و از طریق کامنت ها میتونید وضعیت خیش را بیان بکنید و راهکارها و کمک رسانه هایی که خیلی کمک میکنند به وضعیت زندگی شما برای رفع مشکلات حاد شما، شما از طریق بیان میکنید. مسئولین بیننده و شنونده برنامه هستن، انشاءالله که در تصمیم گیری هایشان از دیدگاه های شما استفاده خواهند کرد. جناب آقای محمد باقر محسنی نوشته کرده در کامنتشان که کمک به مهاجرین و عودت کنندگان لازم و ضروری است، اما نظارت و مدیریت درست کمک ها از اهمیت بالاتر برخوردار است، لذا حکومت در مورد ذیل باید توجه بکند. یک، شفافیت. حکومت تلاش نماید تا پروسه جمع آوری کمک ها و توزیع این کمک ها به صورت شفاف صورت بگیرد تا حق به دست حقدار برسند. در نکته دوم آقای محسنی به اشاره کرده، اولویت بندی در بین مستحقین هست. بدون شک مهاجرین عودت کننده به لحاظ اقتصادی در یک سطح قرار ندارند، بنابراین وضعیت اقتصادی آنها معیار که باید صورت بگیره اولویت بندی شده باید باشند. و سوم، جلوگیری از سوی استفاده ها است. در توزیع و در پروسه جمع آوری کمک ها بسیار از افراد سوء استفاده جو هستند که سوء استفاده میکنند از کمک ها. حکومت باید با مدیریت درست جلو این گونه سوء استفاده را بگیرن تا کسی سوء استفاده نتواند. گزینه چهارمی که در کامنتشون آمده، حکومت تلاش کنند که کارهای اساسی و بنیادی برای بهبود وضعیت زندگی مهاجرین نمایند، که یکی از کارهای بنیادی و اساسی ایجاد و زمینه سازی کار و اشتغال برای مهاجرین است. بسیار تشکر از آقای محسنی. نکته های بسیار مهم از جمله این چهار نکته ای که در کامنتشون اشاره کردن مهم است. اولویت بندی یکی از شرط های اساسی است، به خاطر از اینکه خیلی کسایی که از کشورها میان به افغانستان الحمدلله با پول و سرمایه و حداقل مهارت های کاری به افغانستان برمیگردند، اما تعداد دیگه ای که هستن مستحق هستن در او کشورهای دیگه هم شاید پول نداشته و در سطح نامناسب زندگی، در یک وضعیت نامناسب زندگی میکردن، فعلا هم آمدن یک جمعی از کودکان، شاید بیشتر بانوان و افراد مسن باشن که اینا خیلی نیازمندتر از او کسایی است که با پول و سرمایه و یا نیروی کار به افغانستان برگشتن. در قسمت دوم اینا اشاره کرده که شفافیت هم باید باشد، که پیش از اینکه ما ادامه کامنت آقای محسنی بخونیم، جناب آقای قدرت الله تماسشان وصل است. وقت شما بخیر قدرت الله صاحب. امید برنامه‌تون رو گوش کردم در تلویزیون. بسیار عالی. گفت که کسایی که پناهنده شده از خارج از افغانستان داخل افغانستان شده دیگه کاروبار نداره، بیکار مقدار. شما جناب قدرت الله یک مقدار موقعیت خود تغییر بدین تا صدای شما درست‌تر داشته باشیم. شما خود شما مهاجر برگشت کننده هستین یا در افغانستان تشریف داشتین؟ آقای قدرت الله صدای ما را متأسفانه تماسون قطع شد. دوستایی که میخواین تماس بگیرن و در موضوع برنامه کمک کنن، مخصوصا با دو پرسشی که در برنامه مطرح شده، یک موقعیت مناسب را شما انتخاب بکنید و یک مقدار فاصله تان هم از تلویزیون بیشتر باشه، صدای تلویزیون هم پایین تا ما صدای شما رو درست داشته باشیم. 020 25 11 566 پل ارتباطی مستقیم در برنامه هست که
بیشتر شما تماس میگیرین از کابل، از شهرهای بزرگ، از نقاط مختلف افغانستان، مخصوصا در جاهایی که مهاجرین عودت کننده و برگشت کننده به افغانستان مسکن گزین شدن، زندگی میکنن. اینها حتما گفتنی هایی دارن و حرف هایی در خصوص هست که ما میخواییم که با صدای خود شما بشنویم و دوستایی که از طریق کامنت به برنامه مطرح کردن. جناب آقای عبدالرحمن حبیب، سخنگوی محترم وزارت اقتصاد و مسئول ریاست های اقتصاد در ولایت ها، در برنامه تماسشان برقرار است. حبیب صاحب، بسیار خوش آمدین. عرض سلام، وقت بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار خوش آمدین حبیب صاحب، انشاءالله که صحتمند باشین. اول اگر پروسه های کمک رسانی برای مهاجرین برگشته به افغانستان یک توضیحات بدین جناب حبیب صاحب، که فعلا در چی وضعیت هست، کمک ها هست نیست؟ تشکر شما و شما تمامی همکاران و بیننده های محترم علیکم السلام. به منظور رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان که از کشورهای همسایه بلکه کشور پاکستان و ایران برخلاف همه اصول بشری و قوانین مهاجرت بین المللی به شکل جبری و بیرونی اخراج میشن، امارت اسلامی افغانستان کمیسیونی را به خاطر رسیدگی به مشکلات مهاجرین توضیح کرده ایجاد شده که شامل 12 کمیته میباشد و این کمیته ها در بخش های مختلف مجلس مقابلی خود پیش میبرند. درست. البته که در اینجا در کمیته صحت داریم به خاطر عرض خدمات به عادت کنندگان مصروف هستند. کمیته هست در بخش حمل و نقل مهاجرین افغانی که به وطن برگشتند و ولایت های مربوطه ایشان به ولسوالی و به خریجات اونا را انتقال میتند. کمیته از قسمت اسکان مجدد فعالیت میکنه، فراهم آوری بعضی تجهیزات لازم و ضروری از قبیل خیمه‌سازی و دیگر نیازمندان که میباشه. کمیته امور مالی داریم که کمک‌های و مساعدت هایی که به بخش مهاجرین صورت میگیره از طریق از این کمیته مدیریت میشه. و این شکل کمیته های متعددی است که یک دیگه کمیته ها کمیته جلب و جذب کمک ها برای مهاجرین است که ما این کمیته مربوط به وزارت اقتصاد میشه و منظما با دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، مؤسسات غیر اماراتی داخلی و خارجی، اتحادیه های صنعتی و تجارتی، صرافان و کشاران، بنیادهای خیریه، سفیران کشورهایی که در افغانستان دارند، نهادهای خیریه و اصناف مختلف تدبیر جلسات نمودیم تا ازی طریق هم توضیح نهادها را جلب نماییم و در تسریع روان مساعدت های بشری و حل مشکلات عاجل و فوری برای عودت کنندگان ما کمک های از نهادها را جلب کنیم که خود بخوانه در این خدمت دستاورده هم داریم و دلائل هم در این پروسه بسیار خوب مدیریت شده. درست. و تمامی کمیته ها آمادگی خاص خود به خاطر پذیرایی و ارائه خدمات و تسهیلات لازم به عودت کنندگان و همسران خود داریم. شعبه های کمیته ها حبیب صاحب تنها در کابل است، در ولایت هم هست یا خیر، و رویش ارتباطی با مردم و کمک کنندگان چگونه است از این طریق؟ این کمیته ها در سراسر افغانستان و در تمام ولایت مهاجرینی که به اونجا عودت کننده هایی که میرسه، خصوصا کار بیشتر از این کمیته ها در نقاط مرزی است که ما با کشورهای همسایه خود اونجا راه های عبوری و ترانزیتی داریم، از امون مرحله شروع میشه و الهی ای که عودت کننده هم به امون محل اصلیشان یا با محل سکونت خود میرسن تا به امون رسیدن میادت کنید با محل اصلیشان و یا اقتدارشان که در کمپا جای بجای میشه. کمیته ها به تمام این رسیدگی میگن و این کمک های جمع آوری شده هم شامل پول نقد و اجناس هم شاید باشن کمک ها در مجموع؟ در بخش کمک ها خدمت شما عرض کنیم که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین و عودت کنندگان دو حساب یا دو اکانت بانکی ایجاد کرده که یک درست. حساب دلاری و یک حساب اکانت افغانی و تمامی کمک ها به این دو حساب یا دو اکانت بانکی استفاده میشه و
تحت مدیریت کمیته مالی قرار دارم و از این منابع به خاطر ایجاد سهولت لازم و عودت کنیده نیست و میشه و برالاوی از این یک تعداد از هموطنان ما و یک تعداد از نهادهای داخلی و خارجی هم بحث مهاجرین یک بحث اضطراری و عاجل بود در با کمک های عاجل نیاز است، مواد خوراکی نیاز است، خدمات نیاز است و این نهادها و این کمیته ها کمک هایشان هم به مو محل یا به مو نقاط که اینا به شهر برگشتن نزدیک مرزها هستن به اونجا می رسانن و کمک ها هم از طرف خود افغان های ما شما از طریق به اعتمادی ها سیزارا سمیدارا و اصناف مختلف مردم ما کمک های خود بردن در اونجا توضیح کردن مواد خوراکی البته کمک های زمستانی بود چیزایی که نیاز اولیه بود که به شکل هم صورت گرفته که خود این نهادها و اصناف مختلف خودشان هم کمک های خود به اون منطقه رسانند. حبیب صاحب، دریافت کنندگان کمک ها یا مهاجرین بین اونها تفکیک هست، سروی هست یا به طور عموم پرداخت میشه؟ اینه مشخص است که از کدام کشور برگشته باشند یا مهاجرینی که در اولویت باشه؟ تک برنامه ریزی هم هست؟ خب در اینجا به اساس مو فامیلوار هستن عوضت کنندگانی که از هر مرد داخل کشور میشن به تمامشان یک نوع کمک ها صورت میگیره، هیچ کدام تغییری در کمک ها نیست و کوشش میکنیم که از اون امکانات موجوده به شکل یکسان و به شکل عادلانه به تمام هموطنان ما کمک صورت بگیره. از ماه میزان البته این پروسه شروع شده، همین آمار ارقامی که نزد ما موجود است تا ختم ماه جدی و شروع ماه دل و حدود 85,712 خانواده از ایران، پاکستان و کشور عودت کرده که مجموعا حدود 812,969 نفر میشه. این قسمت یک تعداد از موسسات خارجی هم کمک کردن به خاطر سازمان ملل متحد، خصوصا دفتر یونیسیار، دفتر IOM و دفتر جناما و WC هم پروژه متعدد را تدبیق کردن و فعلا هم در حالت تدبیق. یکی از بیننده ها پیشنهاد کرده بودند که کمک ها باید به شکل اولویت بندی شده برای خیلی نیازمندان داده شده و کسایی که برگشت میکنه کمی وضعشون خوب است به اینا پرداخت نشه یا کمتر داده شده. اینطور پروسه و برنامه هست آقای حبیب در آینده بخیر؟ این پروسه کو از شروع چون بحث مهاجرین که است در اینجا ما سه اولویت داریم. یه اولویت های کوتاه مدت است و میان مدت و پلان های دراز مدت است عموم مهاجرین و عودت کنندگان. در قدم اول عودت کننده ها به مواد خوراکی کمک های عاجل و اضطراری نیاز داشتن. وقتی داخل خاک می شدن در اونجا نیاز بود تا خصوصا بسته های غذایی و مواد خوراکی در اونجا برسه، خیمه ها در اونجا برسه، خدمات چیزی اکثر از یک عودت کننده ها اطفال بودن، رشته کننده ها بودن. بنی شکل در قسمت انتقالات از اینا که اونا از مریضی اقتدادشان که به ولایت مربوطه و ولسوالی یا قریه مربوطه خود می رفتن در انتقال از اینا، این موضوعات در پلان های کوتاه مدت بود یا کمک های عاجل و ضروری بود که باید به اون موقع در اونجا صورت می گرفت و هر خانواده که نیاز به مواد خوراکی داشت باید به اون رسیدگی می شد یا به خدمات صحی مریضا که نیاز داشت در اونجا باید خدمات صحی ارائه می داد. بحث دوم است که در میان مدت ما باید به خاطر همی عودت کننده ها باز برنامه ها و پلان های داریم که فرصت های کاری ایجاد شود برای اونا در امار سرپناه هایشان با اقدام شود و همچنان یک تعداد از پروژه های نیاز است در اون محلات اینا سکونت دارند در ولایت های مربوطی خود می روشن به وطن که جنگ سالای سال جنگ بوده اکثر از فامیلا که به اون ولسوالی و قریجات میرن در اونجا نیاز است در امار شبکه های ابرسانی نیاز است در امار نیاز است
مخاطب ضرورت است. به این شکل ما در میان مدت هم باز اولویت ها و برنامه های مختلف داریم در این رسیدگی شود. و بس سومی است که در بهبود اقتصاد خانوار باید کوشش هم از امکانات امارت اسلامی افغانستان و هم به همکاری موسسات خاطر از این وضعیت اقتصادی از این فامیلا بهبود پیدا کنه کوتاه شود. نیاز است که در اونجا برنامه ها و پروژه های متعددی با تطبیق شود. در بحث آموزش های عرفانی و فنی مطابق با نیازمندی های مارکیت همچنان جوان ها و ظرفیت منابع بشری که از اونا باید جذب شود، هم در ادارات دولتی هم در فابریکات کمک و همکاری سکیل و خصوصی و برایشان زمینه ها و فرصت های کاری ایجاد شود در بخت های مختلف تا اینا همون زندگی را به شکل عادی باز پیش ببرن و سبب بهبود وضعیت اقتصادی شد. بله، یک از پیشنهادهای مردم هم همین است آقای حبیب که این ظرفیت ها باید شناسایی شود. جوانانی که دارای تجربه است یا عادت کنندگانی که تخصص کسب کردن، اینا در همون سر مرزها یا پسان در مناطقشان شناسایی شوند و زمین کار فراهم شود. این به این موضوع رسیدگی شده. انشاءالله که کمیتی که همون ثبت راجبتر است تمام معلومات های عادت کنندار میگیره، بخشی که اونا تحصیل دارند یا حرفه دارند، بخشی که اینا تخصص دارند، این تمام موضوعات شامل پلان ما می باشه. اینا توسط می کمیته ها به بررسی گرفته میشه. اگر مهاجرین صدای ما و شما رو میشنون، نیاز از کجا مراجعه کنن یا هیئت میرن پشت دروازه های شان آقای حبیب؟ خدمت شما عرض کنیم که ما گفتیم 12 کمیته است. این کمیته ها هر یک به موضوعات خود رسیدگی میکنن. این همین بحثی که شما مطرح کردین که ما باید از زمین ظرفیت بشری از زمین جوانای خود در وقتی جای بجای میشن یا از اینا استفاده کنیم و از تخصص از اینا از مسلکشان و از تحصیلاتشان و یا از امون حرفا و پیشی که دارن، این همین معلومات در امون وقتی که عادت کننده داخل خاک کشور میشن در اونجا کمیته ثبت راجستر است و اونجا اونو باز فرم های دارن که تمامی از این موضوعات در اونجا همین معلومات میگیرن، آدرسشان میگیره، محل بودوباشان میگیره، تخصص و رشته اینا در اونجا تخصص دارن و مطابق با مو پروسیجر کاری تمام از این معلومات گرفته میشه. در تبلیغات که از طریق تلفن ها بجنب آقای حبیب بیشتر مهاجرین پاکستان اونجا مطرح هست، حالا پولی که از این طریق جمع آوری شده تنها برای مهاجرین عودت کنین از پاکستان است یا برای همه مهاجرین توزیع خواهند شد در آینده؟ این برای تمام مهاجرین است. اونجا باز کمیته ها هستن، اونا بررسی های خود دارن، معلومات اولیه را خواه از امون نکات مرزی گرفته میشه و باز این موضوع به امون در وقتی که اینا به محل اصلیشان میرسن هم باز دنبال میشه، باز تحقیق میشه و سعی میکنیم، کوشش میکنیم تا از امکانات موجوده استفاده از این شوا و سبب حل مشکلات نیابدتون به امکانان مواشتون. انشاءالله حبیب در اخیر گفتنی و پیامی داشته باشین برای مهاجرین، برای مردم در مجموع خیرین و بازرگانان در خدمت شما هستیم. تشکر از شما. با استفاده از وقت چونی یک وظیفه دینی و اسلامی همه ما و شما و تمام افغان ها و تمام هموطنان ما مسئولیت دارن در قسمت رسیدگی به مشکلات عودت کننده های برادرای افغان ما که از کشورهای همسایه دوباره به وطن خود با آغوش وطن باز میگردن، در قسمت رسیدن به مشکلاتشان در همکاری با ایشان با امو وسط توانه که ما شما داریم باید هر یک امو وجبه دینی و انسانی و افغانی خود ادا کنیم و متحدانه تمام ما شما در این قسمت فهم بگیریم که انشاءالله تا به حال بسیار خوب مدیریت شده و امیدوار هستیم که مشکلات با تمانده به او هم رسیدگی شده. یک دنیا سپاس جناب آقای حبیب که وقت اختیار ما و برنامه قرار دادین. بخیر، سلامت باشید. سلامت باشید. جناب آقای عبدالرحمن حبیب، سخنگوی محترم وزارت اقتصاد و پروسه ها و برنامه که از سوی حکومت قرار است برای مهاجرین در نظر گرفته شده یا تعدادی هم تطبیق شده برای ما شما معلومات داد. امیدوار هستم که قناعت همه هموطنان ما که سوال داشتن، پیشنهاد داشتن حاصل شده باشن، مخصوصا کسایی که در کامنت ها هم
دیدگاه های پیشنهادی مطرح کرده بودند. باز هم در فرصت اندک باقی مانده پولای ارتباطی برنامه فعال است. البته بخش های کامنت که ما کامنت ها رو دریافت کردیم و انشاءالله بتونیم تا آخر برنامه به خانش بگیریم و کسایی که تا هنوز پیشنهادشون مطرح نشده سوال و نظری دارند در مورد این وضعیت صحبت میکنند. پول ارتباطی برنامه هم فعال است. شماره تماس 020-2511-566 با توجه به برنامه های حکومت وزارت اقتصاد بخصوص و وضعیتی که مهاجرین دارند، یا شاید کسایی باشه که حتی از این پروسه در جریان نباشه و کمک ها دریافت نکرده، کمک ها را میتونه که صحبت بکنن. پول ارتباطی در خدمت شما از آن هست. تشکر از آقای محسنی. حتما ما دیدگاه هایشان هم با جناب آقای حبیب مطرح کردیم. بدون شک دیدگاه های بود که در قسمت توزیع کمک و اختصاص داشتن کمک اصلاح گرایانه بود. نظیف پغمان نوشته کرده که سلام بر تمام کارمندان تلویزیون تمدن. اگر عدالت باشد هیچ نیاز نیست به ملت که مهاجرین برای مهاجرین کمک بکنه. این فیس کردیت کارت هایی که شرکت های مخابراتی از مردم گشتانده اینا کجا می شود؟ در چند سال گشتانده اینا کجا می رود و فیسدی کردیت کارت ها؟ اینا دیدگاهشون شامل دو بخش است. یکی که ما در طول سالها از مال از تلفن مالیات 10% پرداخت کردیم، مثلا کسی که 50 افغانی کار اضافه میکنه 5 افغانی و کسایی که 100 افغانی اضافه میکنه 10 افغانی از اینها گشتانده میشه یا فیس پرداخت میکنن. این یک مسئله جدا هست که مسئولین وزارت مخابرات معلومات دادن که این پول ها و این مالیات به وزارت مالیه میره و دوباره از اون طریق به پروسه های توسعه‌ای و زیربنایی و انکشافی در افغانستان به مصرف میرسه. اما در 3 ماه گذشته که یک کمپاین خاص برای کمک به مهاجرین اختصاص داده شده بود و آقای شمس هم صحبت کرد در ابتدای برنامه که حدود 90,000 دلار در خصوص جمع‌آوری شده و هنوز هم جریان داره که در یک کمیته خاص توسط برنامه‌ریزی خاص برای مهاجرین توزیع میشه که از طریق حساب‌های بانکی است بیشتر و توضیحات داد که تحت برنامه شفاف پرداخت میشن. آقای حمزه پلنگ نوشته کرده که از اقوام خودمان برگشت اجباری داشتن از کشور ایران تا توانستیم کمک کردیم. دولت باید شرایط اسکان و کمک مواد خوراکی را در اولویت مهاجرین قرار بدهد. شرایط سرد و بد افغانستان خستگی را در تن و جان هموطنان ما میگذارد. بسیار تشکر از آقای پلنگ. یکی از موضوعات همین است که هر کسی که فامیل دارن، قوم و خیش دارن یا اینجا در افغانستان کسی از نزدیکانشان هست، اگر از کشورهای مختلف برگشت میکنه بدون شک یک همکاری از سوی اینا هم صورت میگیره، به طور مستقیم یا زمینه خانه فراهم میشه یا امکانات برشان اختصاص میدن و یا هم از نظر زمینه کار، حتی کسایی که در افغانستان مشغول کارن، کسی که از بیرون به افغانستان برگشت میکنن تلاش میکنه که زمینه کار برای جوانانشان فراهم بکنه یا در حتی در قالین بافی و صنایع دستی. یکی از کمک هایی است که هر فامیل به فامیل اوداد کننده به افغانستان میکنن. آقای عبدالرحمن عبدالله درمان نوشته کرده که دولت باید خودش کمک کند، در اصل تمام مردم افغانستان به کمک نیاز دارن. ها تاکیدشون بیشتر از کمک های دولتی هست. که آقای حبیب توضیح داد که از سوی حکومت یک نظارت بر کمک هاست، مدیریت کمک های جمع‌آوری شده و هماهنگی بین مهاجرین و نیادها و مؤسساتی که قرار است به این مهاجرین کمک بکنند. آقای طاهر حسنی کارزی بیننده همیشگی برنامه کامنت دادن که نه خیر، تا حال برای مهاجرین هیچ کمک نکردم. اول توان مالی ندارم و دوم مستقیم با مهاجرین در تماس نیستم و سوم اینکه وضعیت در افغانستان طوری ساخته شده که بالای هیچ کس اعتماد نمی شود و همین کمک که جمع آوری شود آیا به مهاجرین می رسد یا حیف و میل می شود؟ چون خیلی افراد و اشخاص استفاده جو هستند و از این فرصت ها استفاده کرده فقط جیب خودشان را پر می کنند. در بخش نکته اول کامنت آقای کارزی بسیار قابل توجه و تأمل است، ای که اعتماد سازی هنوز در پروسه های کمک رسانی صورت نگرفته و شاید خیلی از همین که یک هیئت یا وکیل گذر کوچه پشت دروازه مردم بره که برای مهاجرین کمک جمع آوری بکنه، شاید اول خانواده ها نتونه کمک را اعتماد بکنه بالایشان و او کمک خود تحویل بدن. به این خاطر نکته دیگه ای که اشاره کرده، مستقیم گفتم ما در ارتباط نیستیم با مهاجرین. در این صورت هم شاید بسیار دشوار باشه که هر مهاجر اوتاد کننده یک از کشورها پس از سالها به افغانستان برگشته یا هنوز حتی شاید در افغانستان کاملا نابلد بوده، ناشنا بوده و متولد کشورهای بیرونی هست، بسیار سخت است که مستقیم شخص کمک گیرنده با شخص کمک دهنده و کمک کننده در ارتباط شود. این مسئله بسیار سخت است. اما در بعد اعتماد سازی میشه که شفافیت را بیشتر بسازن و وقتی که کمک ها توزیع میشه مستند برای مردم و کمک دهندگان
مدرک ارائه شود که کمک هایی که شما کردین حیف و میل نشده و از او سوء استفاده صورت نگرفته و رسیده به دستانی که نیازمند است و مهاجرین که از کشورها برگشتند. و نکته اخیر کامنت آقای کارزی که وظیفه دولت است که باید به مهاجرین رسیدگی کنه و مردم هم باید این قسمت کمک شود و هر کس به اندازه توانش باشد. بدون شک در افغانستان هم الحمدلله کسایی را داریم از خیرین سرمایه داران و کسایی که صاحب خانه و منازل هستند، اینا میتونن که با قرار دادن یک منزل، یک اتاق یا مواد سوختی، مواد خوراکی، لباس در اختیار مهاجرین با اونها کمک بکنن و همکاری با مهاجرین داشته باشن، مخصوصا در این فصل سرده که در آستانه بارش باران هم در تمامی نقاط افغانستان هستیم، در شهرها، در ولایات. خیلی این کمک ها شاید بیشتر نیاز باشه برای مهاجرینی که لباس زمستانی درست ندارن یا خانه معیاری ندارن، مواد سوختی ندارن. هر کس میتونه به اندازه توان کمک بکنه. برنامه حکومت همچنان با شفافیت و عدالتی بیشتر تطبیق شود تا بتونه که بیشتر اعتماد مردم جلب بکنه. البته کمک های نقدی هم که ما در گزارش ها داشتیم، برای هر خانواده حدود 10,000 افغانی کمک صورت گرفته و کمیته ای که اینها را ترانسپورت دادن یا وسیله حمل و نقل فراهم کردن تا اینها به ولایتشان برگردن. اما در بود داخلی هم چالش های ما داریم که نزدیک به 5 میلیون کسانی هستند که در داخل افغانستان متاسفانه جابجا شدند به خاطر خشکسالی ها، حوادث طبیعی یا در گذشته به خاطر جنگ و ناامنی ها آمدند در شهرها جابجا شدند که هم تعادل نفوس در افغانستان به هم زدند و هم بازار کار در شهرها بسیار خراب شد و از یک سو محدودیت های ساخت ساز، از طرف دیگر اینا که آمدن در بازار کار، در فلکه ها، این زمینه را برای کارگران در شهرها محدود کردن و از طرف دیگر در ولایات با خالی شدن جایگاه اینها، از بین رفتن زراعت، باغها و مالداری افغانستان مواجه شد، چون بیشتر تولیدات ما از دهات است. این جابجایی داخلی هم نیازمند یک مدیریت جدی و اساسی است که اگر حکومت به آن توجه بکند تا زمینه کار و آبادانی و زراعت مدرن، اصلاح تخم های اصلاح شده، تامین منابع آبی در ولایات فراهم شود، دسترسی مردم به خدمات صحی، دانشگاه و مکاتب در ولایات و ولسوالی ها فراهم شود تا مردم دوباره از شهرها پس به مناطقشان، به ولسوالی هایشان، به زادگاهشان مراجعه بکنه که هم تعادل نفوس دوباره حفظ شود و تنظیم شود و هم شهرها از بحرانی که به خاطر افزایش نفوس پیش آمده، یعنی بحران آب در شهرهای کلان و بحران بیکاری، افزایش کرایه و قیمت منازل، ترانسپورت، ترافیک سنگین، مرضی ها، آلودگی هوا به خصوص آلودگی های محیط زیست، اینها کاهش پیدا میکنه. انشاءالله با امید از اینکه یک معضل کلان ملی و بین المللی که مهاجرت هست در افغانستان مدیریت دقیق صورت بگیرد، با همکاری مردم و مسئولین نهادهای حکومتی و مؤسسات برنامه کم کم رو به اختتام هست. همه شما عزیزان را به لای بزرگ میسپاریم. جهان سپاس که تا این دم با برنامه‌تون توجه کردین و همراه بودین. از همکاران گرامی هم نهایت تشکر. وقت همه شما بخیر. شب خوش داشته باشین. آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشد. یک هم بکنه. دو